به 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 جناب خان قشنگ بین ما ول سیاهه نارگیل سیاهه ول عقابه ول جناب خان ول رامبور دلم تنگ شده بود رامبور بابا منم خیلی دارکتم رامبور کجایی آتیش باره کجایی رفیق چه بریز به باشیم کردین وسط صحنه آره میبینی اوغا کردی کچلواری ولی تو یقت هم رفته چی؟ تو یقت ای کیا رفته؟ نه دست کردی؟ سیم اینو یه ذره مرتب کردم سیم کشی شدی؟ آره هنو دست این رفتارات بر نداشتی نه؟ این چیزی نیست که دست ازش بردارم این مال میکروفونه رامبول یه بوس بده بینم آمو دلم با کمال میل کردم قربونه دارم با کمال میل ببخشید بوس بده بینیم چاکرتم قربونه دارم سلامت باشی رامبو جون بله قربونه دارم چی تو گوشت بگم بینم شیطون روز پدر مبارک باشه شیطون شیطون جیونمون تو خبر شدی نه بله بهت گفتم دارم آمو جناب خان میشم بله یه دست بر آمو جناب خان افتخاره ای جون رامبور تو که عشق کردم با خدا ایشالله که دخترت خوشبخترین دختر جهان بشه ایشالله همه دخترا عشق میکنه با باباش ها جدن دارم میگم چی؟ عشق میکنه با باباش آره ایشالله جدن ایشالله آقا یه شعر میخوام تقدیم کنم باید جواب بدین بابا رام بود یه تمرین میریم عجب بابای ماهی بابا رام بود بریم تو اصلش آها عجب بابای ماهی بابا رامبو میدونم چشم راهی بابا رامبو با قدمش مبارک بابا رامبو با قدش ده کیلو خارک بابا رامبو با امو قربون قدش بابا رامبو با اون بخت بلندش بابا رامبو با سلامت بیا دنیا بابا رامبو با میخوامت قد دریا بابا رامبو عجب بابای ماهی برادر خیلی ممنونم به رامبو ذوق آمو شدن دارم اصلا قربونت برم دیونه دارم شما رامبو قربونت برم رامبو نفسم بالا نمیاد دیونه دارم میشه قربونت چرا؟ ذوق دارم رامبو ذوق دارم دارم دیونه میشه رامبو ذوق آمو نبودم بوش نه آمو رامبو میشه بغلش کنم؟ بله حتما میشه بوش کنم دیدی نینی ها چه بویی میدن؟ دیدی چه بویی دارم میشه بوش کنم؟ بله با کمال میدی بوسش کنم؟ بله میتی کویش میدی باشی لالایی بخونم برای شما میشه؟ معلومه تو عموشی جدن لالایی میشه باش خونم رامبو حتما اصلا بغزم لاند میته منم بغز میکنم تو بخوای براش لالایی بخونی بای دیمون کننده از قربون رامبو میشه اسم اما هم مشورت بگیریم حتما سخواست اسم بزارش مشورت بگیریم حتما چاکر تو رام بود چونه؟ رام قربونه دارم دیمونه دارم جناب قربونت برم فکر نمی کردم اینقدر خوشحالت میکنه این قضیه قربونت برم سلام رام بود جان دوتا رفیقام هم امرو اینجا دیدیشون؟ امیر حسین امیر مهدی یه دست بره امیر حسین امیر مهدی امیر حسین بارانی با اون تابشن چرمی امیر حسین بارانی با اون کاپشن چرمی با داداش امیر مهدی چه مهمونای گرمی با داداش امیر مهدی چه مهمونای گرمی چه با همه دیگه ست کردین کنار ما نشستین چه با همه دیگه ست کردین کنار ما نشستین چشامون همه روشن شد از اینکه اینجا هستین چشامون همه روشن شد از اینکه اینجا هستیم باریکلا خوشحال شدی؟ چه باحال شد آفرین دمت گرم که براش خدا
روز پدر مبارک شیکتون رامبو، روز پدرت مبارک. متشکرم دیگه، خیلی ممنون. بله رامبو، فداد بشم. ما. شما که پدر شدی دیگه، یه آدم بالغی شدی، یه کمکی هم میتونی به ما بکنی رامو؟ مخلصم. لوله کش خوب سراغ داری رامو؟ چیه چی؟ لوله کش، لوله کش. بله. لوله قطر بالا میخوام، قطر بالا. قطر بالا؟ خیلی، مثلا 2-3 متر. قطرش 2-3 متر باشه. قطرش 2-3 متر؟ بله بله. بله بله، سراغ داری؟ یه سر خیلی جدیه، یعنی بله خیلی جدیه داره. صنعتیه و تولیدش هر جا. آفرین آفرین، صنعتیه. آفرین آفرین. سراغ نداری؟ آره نمیدونم، نه من لوله کش در حد شهری و اینا میشناسم که هیچ به هیچ. حالا میشه میتونم بپرسم؟ آره اینم جور نشه. چی شده لوله کجاست دیگه؟ نه چیز خیلی خاصی وجودی نبوده. چیه؟ این لوله هیچ رام بود حقیقتش. خب شب چهارشنبه سوری بودیم ما. بله خیلی خوش گذشت. آره خیلی. آره رام بود جان. با بینام و کامبیز و خانواده احلامینا همه جان. رفتیم چهارشنبه سوری بتره کنیم. چه عالی. این کامبیز ما نول نمی کنه رام بود. کامبیز که یادته کی بود؟ بله کامبیز معروف که خواستگاره. آره 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 و خیلی خفنه. آره. بود تو همه چی خفنه. آفرین آفرین بازی کار رام بود مایه دقن اینا. آفرین آفرین رام بود. احلام ارزه شوهر خیلی برات مهمه. خب مهمه شوهرش با ارزه باشه. خب آقا ما رفتیم جمع شدیم اونجا پنگ کردیم به سال آشوشته و اینا. کامبیزه یه بوته کوچیک خوش برداشت تشش زد. تشش زد. احلام گفت ماشاءالله دیدون برق محبت اومد تو چشاش. دو تا بوته کوچیک خوش برداشتم تشش زدم. خب احلام متمایل شد به ایور کامبیز یه تنه درخت خوش وردوش تشش زد. خب احلام متمایل شد به اوهر. اون چرا هر جا آتیش گنده فرده بوده؟ دقیقا این ارزه مرد خیلی باش مهم بوده. چی؟ ارزه آره. مرد عروش پری کمبیز و فلان و زردی من از تو سرخی تو احلام هی متمایل تر می شد. سیم ظرف شویی ورداشتم تش زدم این نانچی کو تو هوا با هر توبی که میخورد احلام یه قدم به ما متمایه. وای خوب چه باها ترخی تو هیجان انگیز تو اوه. آره خوب سیم ظرف شویی که دید رفتارش در اومد دیوانه شد و دیوانه شد. فهمید که دیگه فهمید با به چه طرف نیست. آره خیلی ولی اشلاه نکزی اینو فهمید. خوب اش خبر دم کار اینا رو کامل فهمید. خب خب حالا فهمید. رفت تناب ورداش رام بود از ایور حیات تا اوور حیات تناب کشید. رفت رو تناب را میرفت. خب بنزین میریخت تو دهنش فوت میکرد تو هوا آتیش تو میداد. نه بابا به جان خودم دیونه کرده بود رام بود. باری کلا چه کارا بلده؟ احلام متمایل چی به کی؟ متمایل به کی؟ به کامبیز. به کامبیز. زردی من از کی؟ آره از کی که زردی من از کامبیز؟ کامبیز. سرخی من از کی؟ از کامبیز. از کامبیز. بعد یه سوال دارم الان. خب ادامه بده. منم راستش منم بودم الان یکی این کار رو میکرد میرفتم اون میرفتم سراغم. آره ما دیدم شوخی ندارم واشتم کم میآوردم زنگ زدم به یکی از عمه ها که بیاد. خب کدوم عمه؟ همه بگین کدوم عمه؟ عمه عمه کی؟ اختر؟ نه اختر؟ نه یه لحظه صبر کن. نه سختن بعد به آتیش رفت داشته باشه. آفرین آفرین داره میرسی را خون. عمه تشتر؟ نه 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 خوهرشه. آره تشتر خوهرشه. چی؟ اشتر. اشتر نیست؟ نه 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 عمه نه 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 سفر سفر کن. عمه عمه مشعل. آفرین جان بود عمه مشعل زنگ زدم. خب تناب آویزون کرد به سقف پنک سقفیه گرفت دو دور تو هوا تو خورد مشعل تو هوا میچرخون. وای یا خدا همه مشعل که تو خورد کامبیز دیونه شد. دید احلام الانه که بگه با اجازه بزرگترها. بله آخ 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 دیونه شد کامبیز رفت وسایل آتیش بازیش اوورد تش زد یه چیزای رفت تو هوا رام بود
یهو دیدیم تو هوا نوشته که احلام من، دوستت دارم، تو مال منی، عزیزترین چیزهای زندگی هم مال تو باشد. تو همه اینا رو آسمون نوشتی؟ نوشت. از او وردیدم سالار عقیلی پرید رو دیوار، از آشناهای کامبیزم هست. خب آتشی در سینه دارم جاودانی، آتشی در سینه دارم جاودانی، یلا آتشی در سینه دارم جاودانی، آتشی در سینه دارم جاودانی، اوم علم منم برگی دم دنیا. آره سالار اینو میخوند رام بود. اعلام رو لباس عروس پوشید که بشینه سر سفره با کامبیز. ما گفتم تو عزیزترین چیزت خرج کردی، ما هم خرج میکنم. مشعل از دست عم مشعل گرفتم. خب نگاهی به اطراف انداختم. سیرکی را انداختی؟ دقیقا دقیقا. گفتم جناب خان، عزیزترین کس تو الان اینجا کیه؟ وحید فقاه‌آزاده دیدم. خب مشعل انداختم تو لباس وحید که وحید قربانی کنم تو چاشم. وحید وحید به خاطر این ماجره رقابت آتیش بزنی؟ بله 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 بله. وحید علو گرفت. ای آره خدای من رام بود. بله میدونی یه آدمی که لباساش آتیش بگیره بدترین کاری که ممکنه بکنه چیه؟ بله. چه کاری؟ این که بدوه. ما هم همین فکر رو میکردم. خب این که بدوه، ولی این نیست. بدترین کار اینه که بدوی وارد در پالایشگاه بشی. این بدترین کار ممکنه رام بود. خب مرد حسابی، هر دروازی دیدی باید بری تو. و این دو رفت تو پالایشگاه نفت آبادان. حالا اومنم آبادان دریا ساکته، آبادان دریا ساکته. آقا وحید رفت یه لحظه سب کن، رفت تو در از در پالایشگاه آبادان رفت تو پالایشگاه. این بچه های پالایشگاه همینجور که آتیش ازت برن. آره بچه های پالایشگاه همه هوش نکا او هر فلان. دو نفر خواستن با آجر بزنن، یک آجر زن خورد تو پیشونی وحید، شکست خون ای بر آتیش او هر خون. یه نفر تکل رفت رو پای وحید که این نرسه به اون مخازن نفت، تکلش جواب نداد. تکل رفت خورد زمین، وحید با شونش که آتیش گرفته بود خورد تو منابع گازوئیل. عجیبیش اینه رام بود، عجیبیش اینه که گازوئیل هم مثل بنزین آتیش میگیره. اینمو نمیدونست. خب اونم یه ماده سوزن چی بهش میگن؟ سوخت خود اونا. آفرین. اینمو نمیدونست. اینه مسلطم. آقا وحید رفت پالایشگاه گوگوم، رفت بالا، برق آبادان قطع شد. احلام ناراحت، او هر کامبیز فرار و اینا. دیگه دقیقا نفهمیدم چی شد. دقیقا نفهمیدی؟ نه من الان دقیقا بهت میگم چی شده. چی شده رامبو؟ شما یک فاجعه ملی ایجاد کردی. شو فاجعه ملی؟ چرا؟ فاجعه ملی اون پالایشگاه متعلق به کل ایرانه. نه میگم متعلق به بخش از نه. جهانه. نه گازوئیلش آتیش گه اوجوری که در محل رویت شد. جان چی شد؟ چی رویت شد؟ چه اتفاق افتاد؟ خب بگو. نه میگم گازوئیل سلام علیکم حاج آقا. سلام. سلام. سلام آقا جوان. بفرمایید قربان. بفرمایید. شما بازداشت هستید و جان تشریف بیارید. چی شده حاج آقا؟ من بازداشتم. بله. چرا؟ لطف کنید. چرا؟ به خاطر حادثه پالایشگاه نفت آبادان. خب به من چه ربطی داره؟ به خاطر که اینا الان داشتن شواهد از شما رو شده کارت بانکی شما اسمتون هم روشه. نمیتونید این اثر جرم هست و باید دست من بمونه. حاج آقا یک لحظه حاج آقا. بله. رام بود این وحید دقت نکرد، ما کارت بانکی تو رو برده بودم. خوب. گفتم وحید یه قطعه زمین به مناسبت چهارشنبه سوری برای آقا الان بخره، این کارت تو مسکت تو پیرنش مونده بوده. دقت نکرده وحید، کارت مونده بوده تو پیرنش. حاج آقا همین ایشون بودن خودشون. بله بله
آقا من نبودم، شما اینجا خودتون شاهدی، منم به شما داشتم گوش میدادم. آقا ما جنوبی ها خیلی از ایشون ضربه خوردیم. بله بله متوجه هستم. شما جنوبی ها چرا؟ آقا جنوبی ها کی از من ضربه خوردیم؟ آقا من از چیکار کردم؟ ما با بدبختی پالایشگاه زدیم، امثال ای آقا اومدن اونجا سوزوندن. قانون دربارش تصمیم میگیره. بله بله حاج آقا ببین بندازنش اونجا حبس ابد. باشه زنده باش رامبو جان، ما حواسمون به دخترت هست. عجب بابای ماهی بابارام، میدونم چش برایی با قدمش مبارک، بای کادوش ده کیلو خارن، بای آمو قربون قدش. خدافز بابارام بود جان، بابارام بود، بابارام بود دارن منو میبرن. آج آقا روز پدر بهش تبریک بگو، تو را تو را بهش روز پدر تبریک بگو. رامبو جان خدافظ. یکی زنگ بزنه وکیل من. بفهم. باشه قربانشون. قربان. تا تو باشی دیگه این کارای نکنی. میدون پدرت در بیارن. الو الو بهمن خان. بهمن خان پسره بردنش. بابات رامبو جان بابات. الو بله این ظاهرا پالایشگاه نفت آبادان منفجر کرد. نه تهش حبس اب بهمن خان. دروغ نگو آقا به پدر من. رامبود بابات یک کم انگار تنگی نفس داره نه؟ نه الان دو جان شد. الان دو چار شد؟ آره. پس عجب بابای ماهی بابارم ماهی، میدونم چش برایی با قدمش مبارک، با اکادوش ده کیلو خارک. بله بله سلام رامبو جان. بله. چی میخوای زندان برات بیارم؟ وای تو گلی مخارم، چی میخوای مصیده بیارم؟ وای تو گل. به 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 به. خب خدا رو شکر که این مجرم هم به سزای اعمالش رسید. خدایا خودت کمک کن همه مختلسین، مشکل داران، کسایی که اقدام میکنن علی پالایشگاه اینا به سزای اعمالشون برسن. به احترام مردم عزیز ایران میستیم. مردم عزیز ایران، ما شما رو خیلی دوست داریم. خیلی. شما خیلی عزیزین. خیلی. خدا شما رو خیلی حفظ کنه. خیلی. مثل همیشه از ته دل آرزو میکنیم در کنار خانوادتون باشین، راضی باشین، پر روزی باشین و کیف کنین و همه مریض ها از بستر بیماری بلند شن. مخلصیم همه رو با اون دوربین. 3 2 1 شاد باشید.